در هر جای دنیا زندگی میکنن. چه در ایران چه در اروپا چه در امریکا و در هر جای نقاط این کره زمین امیدوارم که حال شما خوب باشه امیدوارم که زندگی به کام شما باشه بعد از چند هفته دو سه هفته دو هفته ما یه استراحت کوچیک کردیم با اجازهتون اومدیم باز در خدمتتون به کارگردانی آقای یاسر عزیزم امیدوارم که شما هم عزیزان خوب باشین و سلامت بیزا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان خداوند آشو گذار و سپاس گذارم برای این وقتی که به من داده قدوس از تو می طلبم ای خداوند برنامه منو تحت حمایت و هدایت و خودت قرار بده ای خداوند هرچی که از زبانم بیرون میاد ای خداوند نام تو جلال بده خداوندا افکارمون مست کن زبانو مس کن خداوند تا بتونم کلام تو خداوند آنچنان که خواست اراده ای توس به گوش ملت عزیز ایران برسونم ای خداوند به تو آبیاری کن قلبا رو خداوند تو آماده کنی خداوند تا کلام تو وقتی میشنون ای خود دوست حقیقتا بهره بیاره خداوند و به تو ایمان بیارن به تو رو بشناسن ای خداوند شکرت میکنم ای خداوند به نام پر جلال ایسای مسیح آمین خوب عزیزون شمالی شما چی که داریم برای خوبین همه چی خوبه زندگی با کامتون نیسته الان هم که تابستون بالاخره طبیعت زیبای گیلون و مازندران شمال یه چیز دیگه همه این مردم هم شمال گیلون مازندران گردشگری کنن ولی عزیزانی که از استانهای دیگر تشریف میبریم به شمال ایران که واقعا بهتون خوش بگذره به یه پلاستیک بگ با خودتون داشته باشین همین پلاستیک هایی که آشخالاتونو بریزین تو اون خواهشن آشخالاتونو بیرون نریزین محیطو کثیف نکنین چون برای همین محیط شما میخوایم بار دیگر بیاین ازش استفاده بکنین بس هرچی آشغال دارین یه پلاستیک بگ بردارین همه رو بریدین تو اون گره بزنیم بعد بیزاریم تو ظرف آشغال بیندازیم ممنونم از شما که بالاخره طبیعتی است که مال خودتونه شما هم مال خودتونه مال همه ایرانیاست همه جای ایران مال همه ایرانی هست حال لذت ببرین خوش بگذره بهتون بیزار شعر ما بخونیم بعد بیایم از کلام خداوند درس بدیم میگه خداوند نمایان کن جلالت را نمایان کن به بهر فیضت ای ایسا جلالت را نمایان کن نمایان کن جلال و پادشاهی را جلال آن سمای آتشین را تو هویدا کن خداوند به بهر آن صلیب عشق را تو آشکار کن خداوند سخن گفتی از آن عشق الهی بگفتی جام بدادی از برای آن رهایی خداوندا به عشقت مبتلایم با آن عشق خدایی من گدایم عجب عشقی بدادی در ری خلق که تا ثابت کنی تو آن خدایی خدایی که پر از مهر و مرام است خدایی که پر از عشق است و فیض است کجا پیدا کنی همچین خدایی که جانش را برای عشق به این خلق بداد روی صلیب با زجر و با رنج خداوندا به عشقت مبتلایم با آن عشق خدایی من گدایم جلال باد نام و قدوس خداوند امیدوارم که خوشتون بیاد خب قبل از که درس رو شروع بکنیم از اوضاع ایران که همه خبر دارین در مدیا میبینین در تمام فیسبوک و توییتر و دیگه نمیدونم واتساپ و همه جا خبرها سریع به دست همه میرسه یعنی خبری نیست که همه حالا یه چیزی پیش بیادیش که ندونه ده دقیقه دیگه, دیگه پنج دقیقه دیگه, دیگه همه میدونن در دنیا چی خبره میسی که جمهوری اسلامی میخواد که تبله جنگ میزنه که جنگ بشه خدا نکنه که جنگ بشه چون جنگ بشه هم ایران ما خراب میشه هم ملت ما آسیم می میبینن هم تا دوباره درست کردن این شهرهایی که خراب شد جایی که خراب شد کلی طول میکشه و کلی سرمایه ملت ایران میره چهل سال الان سرمایه ایران که همینجوری داره دزدی میشه همینجوری دارن غارت میکنن میبرن شما این غارتگرا این اختلاس قرار که میبینین اختلاس میکنن پول از هر جا هر کسی اختلاس داره میکنه هیچ کس کاری هم به اونا نداره مواد مخدر پر توی ایران قیمتش هم بالا نرفته توی خیابونا دارن میکشن اونجا افتادن هیچ کس کاری به اینا نداره این همه پول مردم میدوزن میان کشورهای دیگر هیچ کس دنبالش دیگه نمیده فقط یه خبر کوچیک میدن امروز نمیدونم دو میلیارد اختلاص شد از بانک فلانی از محسست فلانی ولی میان تو این گرمایی که طاقت فرزاز بچه ای که مثلا دختر بچه 18 ساله 20 ساله یه ذره روسریش مثلا عقب باشه میان با وحشیگری اونو میزنن میندازن تو ماشین میبنن معلوم نیست چی بالای سر اون بچه ها میارن یعنی اینا وحشیهایی های هستن که این همه پول ملت ایران دارن میدوزدن این همه جنایت داره میشه اینا رو کار ندارن مواد مخدر و فلان این چیزها رو کار ندارن ولی اگه یه دختر اگه یه ذره روسریش بد بیزاره یا یه پسر مثلا یه لباس یه جور دیگه بپوشه میان اونا رو گیر میدن چون اینا همیشه در حاشیه کارهای انجام میدن که شما داخل رو نبینین مثل شوتره رو میمونه که چادر زده بود سرش آورد تو گفت ای شو تو چرا سر تو آوردی تو <applause> گفت اشکال نداره یه ذره سر ما آوردم تو بیه. یه ذره مثلا گرما احساس بکنم بعد یه دو دیدی تا تنش اومده یه ذره تو میگه ای سرت اومده بود الان تنت هم اومد تو گفت نه دیگه تا اینجا بیشتر دیگه نمیارم یه دیدی خود هیکلش هم آورد تو اینا مثل همینن از اول ابتدای انقلاب که کردن همین کار کردن هیواش هیواش همه رو نابود کردن هیواش هیواش همه رو زدن کنار ما ملت اینقدر راحت دو دستی تقدیم اینا کردیم اومدیم بیرون دیگه سوار بر اسب مراد شدن دیگه میتازن هر کاری دلشون بقاد نمیدونم تو خلیج فارس الان تحرکاتی که اینا میکنن میخوان که جنگ بشه مثلا دید... خواهمه دیدین دیگه حتما تو این میدیا دیدین ماواره نشون داره میده چند تا غایقای های تندروی سپا مثلا میخواستن یه نفکش انگلیسی رو بگیرن ببرن مثلا به قول خودشون بگیرن ببرن توی خوا... آبای ایران بگن بله ما اون قدرت داریم ولی از اون طرف پشت سرش ناب انگلیسی بود چند تا نمیدونم تیر نمیدونم زمینی این بار هوایی اون رو آب زد که اینا رو گفت برین اگه بیاین جلو شما رو میزنم ما نمیدونم چی رو میخوایم ثابت بکنیم ما قدرتمندیم بله خیلی قدرت داریم ما سلاح خیلی داریم ولی آیا میتونیم با تمام ارتش دنیا بجنگیم حالا کارو به امریکا ندارم میتونیم با تمام ارتش دنیا بجنگیم میخوایم با اسرائیل بجنگیم میخوایم با عربستان بجنگیم میخوایم نمیدونم با آمریکا بجنگیم میخوایم با انگلیس بجنگیم اینا میدونن که دارن میفتن ملت ما میسگی که خبرن که اینا دارن میفتن خودشون میدونن که دارن میفتن که دیگه عمرشون به پایان رسیده به خاطر همون این هاشی ها رو درست میکنن نمیدونم اونجا رو اینجوری میکنن خبرها رو علیکی این بار میکنن نمیدونم شلوغ بازی در میارن که بتونن چند سبای دیگه زندگی بکنن ولی اگه ملت ما آگاه باشن از این بیتفاوتی بیان بیرون فقط از این بیتفاوتی بیان بیرون پنجاه میلیون آدم بیافتن بیرون این اینا که سله هیچ ارتش دنیایی نمیتونه مقابل پنجاه میلیون آدم یا چهل میلیون آدم که بیاد بیرون مقابلشون وایس ما بایستی خودمون دست و سری جلو بیندازیم بیایم تو بیلا وایسیم نمیدونم آمریکا بزنه نمیدونم او یکی حمله بکنه ایران ما رو ویران بکنن سر خودمون کلاه میره چهل سال سر ما رو دارن کلا میزنن این کلام روش دیگه بعد بیا باغلی بار کن خب میدونی چقدر خرج داره این زدن ها یعنی ما وایسیم ملت ایران ما وایسیم یه نفر حمله بکنه به ایران بعدا ما پاشیم بر علیه جمهوری اسلامی خب قبل از که اینا پاشن میتونی همه بیاد درست اینا وحشی هم میزنن میکوشن ولی اینه بدونین که اگه میلیون آدم بیاین بیرون اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن اینا فقط میخوان که از آب گلالود مایی بگیرن منطقه رو میخوان با آشوب بکشن تا بتونن از این را مثلا از یوسی های یمن و از سوریه و از نمیدونم جای دیگر در سوریه که اسرائیل چند بار تا حالا تو سوریه حمله کرد به کاروان ایران به همین سپاهیانی که تو ایران، توی سوریه موندن دارن می چقدر به این پایگاه حمله کرد جواب دادن نه برای برای تبلیغات ملتی ایران میان هی حرف میزنن هی حرف میزنن غنی سازی نمیدونم اورانیوم زیاد میکنیم ما کر نمیکنیم شما رو اصلا کاری به شما نداریم چی چی میخوایم ثابت بکنیم مردم دو... کشورهای دنیا نمیخوان دیگه اصلا نیروی اتمی داشته باشن اینقدر نیروهای دیگه الان میارن که انرژی خورشیدی نمیدونم چیزهای دیگه چیزای دیگه اتم چرنوور دیگه به همه یادتونه دیگه تو شوروی اون موقع سابق چی کرد با اون شهر چقدر کشتار داد هنوز هم آدم نمیتونه تو اون شهر زندگی بکنه نسل از نسل داغون کرد بچه ای که اونجا دنیا بیاد اون موقع که بودن همین الان هم یه نسل به نسل یه بچه ها همه معلول در میان اگر هم ما میخوایم مثلا این رژیم هم عوض بکنیم هم نباید اینقدر کینه جو باشیم اینقدر کینه به دل بی, بی دل ما پر از کینه بشه که هر کسو بگیریم دست ما برسه بگیریم بکشیم نه چون کشتار کشتار میاره درست همه خشمگینن اینا همه این آخونده همه نیروی کارن این سپایی اینا همه نیروی کارن در یک کشوری آزاد حکومتی بیاد خوب باشه سکولار باشه اینا رو میبرن کار برن کار انجام بدن چهل سال اینا که اینقدر داغون کردن حالا دندشون نر برن بیابانا رو آباد بکنن برن آباد بکنن کار بکنن چهل سال دستشون نگاه بکنی اصلا کارگرده کار کرده نیست اینا خشم ملتیس ایران اینقدر زیاده که الان رم به همدیگر نمیکنن. کنن مرد دیروز زنگ زده بود میگفت که آقا شما اینجا نیستی مینی چی خبره همه سر همدیگر کلا میذارن یعنی اگه تو سر اونو کلا گذاشتی منم بایزی سر اینو کلا بیذارم همه میخوان سر همدیگر کولا بیذارن همه میخوان از همدیگر یه چیزی بدوزن همه میخوان زیر پای همدیگر خالی بکنن همه میخوان برای همدیگه دارن نقشه میکشن ریاکاری میکنن میگن مؤمنیم ولی ریاکارن میگن دین داریم ولی ریاکارن چون پرستی زیاد شده چون برای اینکه ما کفر زیاد داریم الان اونجا وقتی بود میپرستیم میخوایم که خدا به ما رم بکنه خربزه میگه خوردم پای لرزش باید بشینم وقتی این همه گناه اونجا میکنیم تقاسش هم باید بدیم شما یه چهار تا آدم سالی میگیم نمیتونیم پیدا بکنیم من که تو ایران نیستم الان 22 سال بیرونم ولی اونایی که تلفون میزنن از ایران میگن که آقا اصلا ایران دیگه اون ایرانی نیست که شما سابق مثلا 22 سال پیش دیده بودی الان همه چیز عوض شده دیروز زنگ زد مردی گفت که آقا مال اون بدبخت مریض بود اومدن سندش رو دوزیدن خودشون یه جوری درست کردن که مالش بالا بکشن این انسانیت این معرفت این دینداری اینه که میگیم مومنیم هرچیم هم که الان جوانای ایران دیگه اصلا اسلام اصلا قبول ندارن چون میدونن دین ریاکاریه دین بودپرستیه میدونن دین دین خدا نیست حاضر نیستن کسی برن قرآن به فارسی بخونن لاغر ببینن چی نوشتن توش رهبر فلسطینیای حماس پسرش یک بار قرآن خوند عرب دیگه یک بار قرآن خوند گو اگه دین خدا اینه من نمیپرستم اینو یک بار خوند یه چهار تا چی آیات خوبم میبینین توش نوشته از تورات و از انجیل برداشتن با مارت های موزیانه یه جوری زدن توش به خاطر همون محمد میگفت اون موقع نذارین که این مسیحا نمیدونم یهودیا قرآن شما رو بخونن چون میدونستن که برای اینکه اون قرآن بخونن همه یا از چهار تا آیه از مسیحیت و از یهودیت برداشتن و بیشترش هم کمر به پایینه که او الله برای محمد انجام میده ولی خیلی خوبه که آدم بره بخونه هیچ کس با دین به دنیا نمیاد من که وقتی 18 سالم شد بزرگ شدم عقل پیدا کردم یا هرچی 15 ساله 16 ساله 20 ساله 25 ساله 40 ساله فرق نمی کنه عقل پیدا کردم میتونم بخونم کتاب و انتخاب بکنم دین خودم رو نه کورکورانه بگم چون پدر مادرم مسلمون بودم منم مسلمونم چون اونا یهودی بودم منم هم یهودیم هم. اونا مسیحی بودم منم مسیحیم من بایی بودم منم باییم نه اون چیز شخصی خودم رو باید بخونم قبولش کنم شما قرآن بخونین بخونین بینی چی نوشته توش ببینید این مردمه که توی این دارن صحبت میکنن از اسلام کشیش برور زیدونه اه شهادت از یک کشیش مسلمون شنیدم که مسلمون بود 20 سالم تو این یک کار خطا شریعت عمل انجام میداد به اسلام وفادار بود حتی قرآن هم میخوند همونجوری اونو قبول کرده بود تا میرسه که عیسی مسیح قلبشو لمس میکنه تازه میری انجیل میخونی میفهمه که چی تو کدوم راه بوده من نمیگم که من الان دارم میگم که حتما شما بیاییم مسیح بشین نه اگر هم میخوایم مسیح رو بشناسیم بریم بخونیم کتابش بخونین انجیل بخونین کتابهای دیگر بخونین خودتون تشخیص میدین که کدوم راه خداست میگیم پیغمبر اولول قبول داریم عیسی مسیح رو ولی میگیم که مسیح، مسیحان همه کافرن یهودیان نجسن مسیحان نجسن میگیم ایزای مسیح قبول داریم برای پیغمبر ماست بعد علیکی فقط حرفی قبول داریم میگیم پیغمبر اولو العزم ولی نی قبول نداریم نمیریم کتابش نمیخونیم اگه پیغمبر اولو العزم از اون پیغمبرت دعا بکن به نام عیسی مسیح از اون پیغمبرت بخوا بگو بینم ایسای مسیح بیا به قلب من بیا بینم تو که هستی اینقدر اینا میگن چرا یه بار امتحان نمی کنین مگه پیغمبر شما نیست من امروز میخوام از متا 23 نوشته تظاهر به دینداری ما هم ریاکاری رو اضافه کردیم اسم برنامه ما را گذاشتیم تظاهر به دینداری و ریاکاری <applause> میگه آنگاه ایسا خطاب به مردم و شاگردانش فرمود موقع که ایسای مسیح با شاگردانش بود درس میداد داشت صحبت میکرد بعد به اونا گفت که مردم تظاهر به دینداری میکنن فرمود علمای مذهبی و فریسیان اون موقع فریسیان همون های ملاهای خاخامای یهودی بودن که الان میخوره به های ایران که اینا میگن ما دین داریم ولی تظاهر به دینداری میکنن به ریاکاری میکنن مرد توی تاکسی تاکسیران توی نیویورک یه عرب بود بعد یه عکس دیدم ازش که ماشین توی خیابون پارک کرده رفته پشت کاپوت عقب با سرپا واسه داره نماز میخونه بابا چی تظاهر داری میکنی خب برو یه جای گوشه گیر بیاد نمازتو بخون دیگه تو این خیابون شلوغ روی ماشین سرپا هستی که مثلا به همین نشون میده که من دارم نماز میخونم یا دیدی تو این انگلیس این دیندارا میان اونجا خیابون میبندن خیاب... وسط خیابون دارن نماز میخونن بابا برین توی گوشی نماز بخونین برین توی مسجدی که داریم برین بخونین همه رو تظاهره تو ریاکاریه میخوان نشون بدن که علکی ریاکاری تظاهر بکنن که ما دین داریم ما مؤمنیم به مردم نشون بده به مردم نشون داده تو خدایی که میخواد تو رو ببینه میبینه هر جا که هستی تو اگه برای خدا داری دعا میکنی اگه برای خدا داری نماز میخونی برای مردم داری نماز میخونی میخوای خودتو نشون بدی <coughs> بس متای 23 تظاهر به دین میگه آنگاه عیسی خطاب به مردم به شاگردانش فرمود علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر میکنند پس آنچه به شما تعلیم میدند به جای آورید اما هیچگاه از اهمالشان سرمخش نگیرید میگه آنچه که از کتاب <موسا> موسی بهتون تعلیم میده انجام بدین ولی از اعمالشون که مثل این ریاکاری روی ماشین مثلا سرپا واسطه نماز میخوره از این ریاکاری هایی که میکنن پریز بکنین از این ریاکاری ها شما اون ریاکاری نکنین زیرا هرگز به تعلیمی که میدن میگه این تعلیمی که از کتاب میدن خود عمل نمیکنن اینی که من مثلا تعلیم دارم کتاب مقدس میدم به شما ولی خودم عمل نکنم علیکی به شما بگم این تعلیمات خوب و عالیه به شما بگم بعد خودم عمل نکنم خودم ریاکار باشم عیسی مسیح به علمای فریسی به مردم داشت اینجوری میگفت میگفت این علما به شما تعلیم از کتاب موسی میدن ولی خودشون هیچ وقت عمل نمیکنن خودشون ریاکاری میکنن بار میگه رو دوش مردم میذارن ولی خودشون یک کیلو بار حمل نمیکنن <applause> هیچگاه از اعمالشان سرمخش نگیری زیرا هرگز به تعالیمی که میدن خود عمل نمیکنند ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما میگذارند اما خودشان حاضر نیستند آنها را به جای آورند تمام این تعلیمات به دوش شما میذارن ولی خودشون حاضر نیستند یک عین و آخوندی که سر منبر میگه که تعلیم میده به مردم میگه که وقتی بچه شاش کرد روی فرش باید اونجا رو یا ببری یا نمیدونم ببری فلان بگونی بشوری فلان اون دیگه نجس شده بعد ملا تو خونه بچه داشت بچهش میشه روی فرش میاد میبینه اه اونجا پاره شده است میگه زن این چرا اینجوری پاره شده. گو خود تعلیم دادی بچه اگه اونجا شاش بگونه باعثی اونو بپردیم که بابا من برای مردم گفتم برای خودم که نگفتم که یعنی میگه که اینا تعلیمی که میدن برای مردم باری رودوش مردم میزنن ولی خودشون هیچ عمل عمل نمیکنن از اون هر کاری که میکنن برای تظاهر است واقعا هر چی که میکنن روی تظاهره تا اینجا رو داشته باشیم بریم یه سرود گوش بدیم بعد برگردیم به شما عزیزان اسما میگم سردار ما ایسا او خدای فشترا. جنگ از خدا میخوام نگاه کنی چشم با درود دوباره به ملت عزیز ایران امیدوارم که تا نشستین و از کلام خدا میشنوین چون کلام خدا برای زندگی ما حقیقتا رهنماست و حقیقتا راگوشای زندگی ماست کلام عیسی مسیح کتاب مقدس کلام زنده است یعنی شما هر وقت این کلام میخونین دو هزار سال پیش 5000 هزار سال پیش اگه این کلام نوشته شده است ولی برای امروز ما باز درسیه چون هر روز کلام یه جوری صحبت میکنه که برای همه وقت زندگی ما باشه مثلا این تظاهر به دینداری رو در متای بیساسی من دارم میخونم شما نگاه کنید همه حالا این کار میکنن اون موقع دو هزار سال پیش فریسیا این کار میکردن که عیسی مسیح داشت برای شاگردان و برای مردم داشت صحبت میکرد امروزم تو ایران تو کشورهای دیگه همین ملا همین دیندار تظاهر به دینداری نمیدونم ریاکارا هستن که هنوزم این کار میکنن میخوام مثلا نشون بدن که مثلا من نماز میخوام بخونم مثلا من دارم دعا میکنم هم من ببینن که من دارم مثلا عبادت میکنم ده. اگه خدا میخواد تو رو ببینه ملت دیدنش چی؟ اصلی اونی که خدا تو رو ببینه اگه واقعا تو نمیخوای ریاکاری بکنی اگه واقعا تو نمیخوای تظاهر به دینداری بکنی ما از متای ۲۳ داشتیم میخوندیم که تا چهار آیر خوندم این چهار آیر به سرعت میخونم میام از پنج دوباره شر میدم <applause> میگه تظاهر به دینداری آنگاه عیسی خطاب به مردم به شاگردانش فرمود علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر میکنند پس آنچه به شما تعلیم میدن به جای آورید اما هیچگاه از اعمالشان سرمخش نگیرید زیرا هرگز به تعلیمی که میدهند خود عمل نمیکنند ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگین بر دوش شما میگذارند اما خودشان حاضر نیستند آنها را به جای آورند تا اینجا رو خونده بودم اینو سری براتون آیه پنج میگه هر کاری که میکنین برای تظاهر است به اون فریسی ها میگه دعاها و آیای کتاب و آسمانی را مینویسید اینی این ببینید عینی کلام خدا میگم زنده است عینی همین حال که در ایران داره این کار را انجام میدن میگه آیا دوها و آیا کتابای آسمانی را می نویسید می نویسند و با بازوهاشون می بندند و دامن رداهایشان را عمدن دراستر می دوزند تا جلب نظر توجه کنند و مردم آنها را دیندار بدانند ببینیم با چی وغاری را میرن مثلا توی مسجد تو بلا همین حالا به این دین داره میخوره همش برای ریاکاری میخوان خودشون مؤمن مومین نشون بدن در میمانی های ایشان را در صدر مجلس بنشانن مثلا میمانی میشن مثلا آخوندی یا میاد بفرما آجاقا آخوند بفرما جلو بشین یه حرفا چی آجاقا این با... تا... ما میدونیم مردم هم که میخوان این دوونه بیزارن یا ریاکاری بکنن یه نفر علکی بزرگ میکنن این این که لوسیفر که همون شیطان الان شد یه دونه از فرشته زیبای خداوند بود که رهبر پرستش بود اینقدر این فرشته های مثل این مردم اینقدر این فرشته ها گفت تو چقدر زیبایی چقدر خوشگلی تو مثل از خدا بالاتری تو هر کار کلی کار انجام میدی کلی موجزان میکنی همه کار انجام میدی تو چی چی جد خدا کمتره همین فرشته ها این ای گفت باشه راست میگن که منم کسی هستم فلان رب بر علی خدا افتاد الان شد شیطان با کلی فرشتگان چند میلیارد باشه نمیدونم افتادم پایین یک آدمم که میخواد بیاد یک اگه تعلیم بده مردم هی هندوونه بیزارن زیر نمیدونم هی نمیدونم اینو بادش کنن فلان بکنن میشه همین رهبرایی که آخر سر میبینیم میفتن میگه وقتی شما روحانی هستین وقتی شما کارای <صفح> <تصفح> خوب انجام میدیم وقتی شما با محبتیم وقتی شما همه جور خوبی رو داریم میگه درخت هرچی بارش بیشتر باشه سرش پایین تره افتاده تره که این دنیا میزنن فواره چون بلند شود سرنگون شود همش همه اینقدر دیدن این چیزها رو مردم این مسالا رو میزنن این آخوندا این خامنه ای اینا که الان سر رأس قدرت هستن بابا ببین هیتلر با اون عظمت خودش مرد کروش که خیلی خوب بود برای ایران 2500 سال پیش مرد شا مرد هر کسی با قدرت بود نمیدونم ایتالیا موسولینی نمیدونم فرانسه ناپلیون نمیدونم روسیه لینین و استالین و اینا همه مردن چقدر خوب آدم در این هفتاد هشتا سال زندگی طوری زندگی بکنه که هم ملت این دنیا خوششون بیاد هم یه جوری باشه که آقا نه, نه تظاهر به دینداری بکنه نه تظاهر به مقام بکنه نه تظاهر به سوادداری بکنه نه ریاکاری بکنه بابا آدمی اصلا نمیدونی ده دقیقه دیگه تو زنده ای یا نه نفسی بیش نیستیم و انسان دست و دماغت بیزاری دو دقیقه نمیتونی نفس تو نگه داری میمیری آقا این مال این دنیا کجا میخوایم ببریم مال دنیا رو مگه کسی یک پنی یک ریال با خودش برد نه همه نمایدم اینجا بیزاری بری هیچ چی رو با خودت نمیتونی ببری حتی جون خودت هم نمیتونی با خودت ببری اون دنیا همینجا باید تو خاک بیندازی بره روی تو رو فقط باید آزاد بکنی ببری بس بیا برای سلامتی روی تو که میخواد بره اون دنیا حداقل تو این دنیا هفتاد تا سال طوری زندگی بکن هم خدا خوشش بیاد هم مردم نه ریاکاری نه تظاهر کردن به خوبی <تصفح> میگه دعاها و آیه های کتاب آسمانی را می نویسن و به بازوهاشون می بندن. و به دامن ردایشان را عمدن دراستر می دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنها را دیندار بدانند چقدر دوست میدارند که در میمانی ایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه همیشه در ردیف جلو قرار گیرند یه نفر تو کلیسا یه آدم یه جو معمولی حالا یه ساعت دیگه باقی بود دو ساعت دیگه باقی بود کلیسا شروع بشه آدم ریاکار همه جا هست این همین رفت گفت حالا این دو سه دیگه بقیه برای یه نشست اونجا برای خودش مثلا ردیف اول یا دوم نشست برای هیچ کس ننشسته بود نمیدونست کجا بشینه رفته بود اونجا دعا بکنه با خدا رازی نیاز بکنه بعد اون که مسئول بعد یه ساعت دو ساعت دیگه مردم اومدن نشستن اون میگه مسئول تدارکات بود فلان اومد گفت که شما اسمتون چیه مثلا گفت امین گفت که شما اینجا نمیتونین بشینین شما باید برین اون ته بشینین این هم گفت باشه میره اون ته میشینه <تصفح> کشیش کلیسا اینو فهمید گفت که همون پسره ای که تدارک چی بود هم اونو توبیخ کرد پشت تریبون همین که اون آقایی که اومده بود آورد جلو نشون همون جلوی اول که خودش هم میشینه این بعضی موقع ما کارای انجام میدیم که میخوایم مثلا نمیدونم چی رو ثابت بکنیم چی جلو نشستن چی عقب نشستن چی وسط نشستن چی فرقی بکنم من اومدم اینجا خدا رو بپرستم من اومدم اینجا کلام خدا رو بشنوم نه اومدم که اینجا تظاهر بکنم خودم نشون بدم یا کاری انجام بدم که همه منو ببینن اگه سخنرانی هم میکنم اگه کتابم تعلیمم میدم هم یه می عادی تعلیم میدم میرم باید اون شنونده این تعلیم بگیره من خدمتکار و خداوندم اینی پولس وقتی خودش معرفی میکنه میگه منم غلام عیسی مسیح ما اومدیم برای ایسای مسیح کار بکنیم من نیومدم خودمو نشون بدم اینجا که من اومدم برای کلام عیسی مسیح به مردمی که در گمراهی در نجات ندارم به اونا برسونم که اونا نجات پیدا بکنن بدونن که این دنیا فانیه بدونن که این دنیا هیچ ارزش نداره که تو به خاطر هفتاد تا سال خودت نابود بکنی مردم نابود بکنی ما تعلیم میدیم که مردم با سلامت توی این دنیا زندگی بکنن خودشون میفهمن که سلامت زندگی کردن چقدر با ارزشتر از اینکه ریاکاری کردن من نمیدونم تظاهر کردنه آدم نون خالی میخوره با معمولی بیتر از اینکه چلو کباب بخوره ولی با ریاکاری و با دوزی و با فلان چیز چه چی ارزش داره با وجدانی ناراحت شب بره بخوابه نتونه اصلا بخوابه میگه چه لذتی میبرن که مردم در کوچه میگه چه لذتی میبرن اونا عیسی مسیح میگه که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و به آنها استاد گویند او استاد فلانی اومد استاد این اومد یا القابایی بدن به اینا که مثلا شخصیت اینا رو مثلا به قول خودشون بالا ببره دانشمند پروفسور استاد تو خدایی نمیدونم تحصیلاتی تو خدای این تکنیکی تو خدای این علمی تو خدای فلانی از این القابایی که مردم میخوان به یه نفر بدن علیکی هم خودشون ریاکاری میکنن هم اونو میخوان گمراه بکنن با همین القابایی که میدن انسان خیلی به همین صورت که میگی به همین صورت هم سری خودشو میبازه به همین صورت سری میفته ما در آینده نزدیک ایران آزاد میشه ما بایستی بایستی خودمون رو یه جوری تعلیم بدیم که بتونیم با مردم کنار بیایم اونایی که جنایت کردن اونایی که گناه کردن اونایی که اذیت کردن مردم اونا میرن تو دادگاهی واقعا یه دادگاهی که عدل و انصاف باشه توش میرن محاکمه میشن برای ایران خدمت چهل سال خراب کردن چهل سال برن خدمت بکنن با تلویزیون ها بیان از نظر فرهنگی به مردم تعلیم بدن از نظر روانشناسی به مردم تعلیم بدن روانی مردم تعلیم بدن در آینده نزدیک که به امید خدا به زودی میشه در تلویزیون ها باعث این کار رو بکنن مردم ما اصلا 180 درجه فرق کردن با اون زمان بعد از اینم با 180 درجه فرق بکنم بیان به انسانیت بیان به همون آدمای با معرفت با مرام انسان باشدم. که اون موقع سبیل خودش میزاش گرو میگفت که آقا این سبیل من گرو باشه اینقدر ارزش قائل بود برای انسانیت و برای آدمیت خودش وجدانی در کار بود معرفتی در کار بود اینقدر ریاکاری نبود ما بایسی به اون برسیم دوباره چهل سال اینا فرهنگ ما رو نابود کردن انسانیت ما از ما گرفتن آبروی حیثیت ما رو در تمام دنیا بردن همین الان دارن همین کار میکنن چهل سال پدر ملت ایران رو در آوردن اینا مردم دنیا ما رو به یک مثلا تروریست نگاه میکنن مثلا واقعا میگن ایرانی هستی یه دفعه فکرشون میره توی دولت ایران و کی چه جنایتایی داره میکنه دولت ایران ملت ایران که با دولت ایران نیست تازگی خدا رو شکر الان دولت‌ها یاد گرفتن که رژیم ایران رو با ملت ایران سوا کردن خدا رو مرتبه شو که اینو فهمیدن که او رژیم ایران با مردم ایران فرق میکنن پس ما باید نشون بدیم به دنیا که آقا ما 180 درجه با رژیم جمهوری اسلامی فرق میکنیم ما انسانیم ما وجدان داریم ما میفهمیم اونجوری که تبلیغات میکنن ما نیستیم باید نشون بدیم ما به دنیا باید نشون بدیم چون باید همین مردم دنیا داریم زندگی میکنیم من ایمان دارم روزی بشه که ایران میگن هر روز شاد هزار نفر دارم به عیسی مسیح ایمان میارن به من ایمان دارم که روزی بشه که ایران به مسیح اینقدر ایمان داشته باشن که مردم دنیا بیان بگن که این کشور پر از برکت پر از روی خدا در این کشوره <تصفح> بریم در این کشور ایران دعا بکنیم دعای ما اجابت میشه سرمخش بشن از نظر انسانیت وجدان از نظر خوب بودن به ایمان دارم که به زودی زود میشه چرا نه ما چهل سال قبل چهل سال چیزی نیست چهل سال رای دوری نیست با یک سخن گفتن میگفتی یه قول میدادی رو قولت میموندی حالا میگن همش ریاکاری و همش نمیدونم بدبختی و بیچارگی سر همدیگه کلا گذاشتن و همدیگر نابود کردنه به کجا رسیدیم ما؟ چرا باید مردم دنیا ما رو اونجوری نگاه میکنن؟ ما نیستیم اونجا آدم آدم های ایرانی آدم های باسوادن ایرانی آدم های خوبی هن. این ریاکاری اینا رو این چل سال این آخونده آوردن بین مردم از بس که دولت زورگو و عشی و جنایتکار بودن اینا دوست میگه اما شما چنین الغابی را از مردم نپذیرید چون شما یک استاد دارید و همه شما با هم برابر و برادرین هیچ فرقی بین شما ها نیست امکان داره یه نفر از نظر سواد بالاتر باشه یه نفر از نظر ثروت بالاتر باشه ولی همه انسانیم همه برابریم با هم من نبایسی به ثروت خودم بنازم به, به علم خودم بنازم به, به نمیدونم من پروفسورم من استاد نه من هم یک انسانی هستم میز همه انسانهای های دیگه انسانیت به همیشه میگن انسانیت هم است انسان بودن اسم انسان بودن فایده نه بقیه اسم انسانه باید آدم حقیقتا انسانی باشه که مورد قبول خدا به مردم باشه خیلی ها تو سر آدم میزنن وقتی آدم میخواد اینجوری زندگی بکنه خیلی آدم مسخره میکنن خیلی آدم برای آدم میخندن میگن یه اپا اپای نمیدونم این نمیفهمه این هرچی تو سرش بزنی اوکیه نه ولی اون کسی که تو را میخواد بلند بکنه بلند میکنه اون خداست که تو رو بلند میکنه خدا از حقت نمیگذره حق تو از اینا میگیره درست این چند سبای اینا میتونن قدرت دارن هر کاری دلشون بخواد بکنه خدا که نمیتونه بیاد خدای زورگویی نیست مثل الله بیاد اینجا بگه بزنه تو سرت بگه تو این کار بکن نه اینقدر این خدا تو رو آزاد گذاشته مثل پدر مادری که فرزندانش آزاد میذاره ولی بهشون تعلیم میده که آقا این کارهای مثلا کارای خوب اینه بدینه اینه را اینه چاینه. این خدا میسه همونه که خیلی ها میگن چی اگه این خدای وجود داره چرا این همه ظلم پلم نمیره نمیزنه تو سرشون خدا که نمیتونه بیاد تو که آزاد آفریده بیاد زور ب... اگه اونجوری یه خدای زورگویی باشه خب از اونجا هست میگه هرچی من میگم میز آدمای کوکی میمونیم ما هرچی خدا بگه باید ما کار انجام بدیم با قدرتش داره همون کارا رو انجام میده نه نمیخواد خدا زور بگه به ما اگه پدرت به زور بگه آیا تو با پدر مادر زندگی میکنی نه پس این خدای ما هم زورگو نیست تو رو آزاد میذاره ولی تعلیم بهت میده ها رو به نشون میده میگی شما یک استاد دارید و همه شما با هم برابر و برادرین همچنین هیچ کس را بر روی زمین پدر نگویید چون شما یک پدر آسمانی دارین که خداست و نگذارید کسی شما را پیشوا بخواند چون یک پیشوا دارید که مسیح باشد هرچی بیشتر به دیگران خدمت کنید بزرگتر خواهید بود میگم همین مسئله زدم درخت هرچی بارش بیشتره سر به زیرتره خدمتش بیشتره وقتی بار زیادی یعنی خدمتش بیشتره داره به بار بیشتر میده جنس بیشتر میده برکت بیشتر میده آدمی هم همینه میگه هرچی بیشتر به دیگران خدمت کنید بزرگتر خواهید بود میگن چه آدم انسان خوبیه چقدر با معرفت و با مرامه چقدر افتاده است چقدر صبرش زیاده بس بلند میکنن شما را همیشه وقتی خدمت میکنیم به کسی دیگه گذشت داشته باشه آدم زیرا بزرگی در خدمت کردن است خود عیسی مسیح پای شاگردانش شست گفت این درسی باشه برای شما من که استاد شما من که پیشوای شما من که مسیح شما هستم این کار دارم میکنم برای شما که شما یاد بدم که شما باید خدمت بکنیم به مردم خودتون برتر ندونین از کسیگر. کسی کسی که خود را بزرگ میپندارد پس و کوچیک خواهد شد مثل این خامنه ای مثل این که الان خودشون بزرگ با قول خودشون میدونن چقدر به این مورد نفرت تمام دنیا هستن دیگه همه شما داریم میبینین هم همه شون ملت دنیا از خامنه اینا نفرت دارن کسی که فروتن میباشد بزرگ و سربلند خواهد گشت واقعا کسی که فروتن میشه واقعا اون کسی که خدمت بیشتری میکنه عزیزتر بین مردم اخلاق خوبی داره رفتار خوبی داره فروتن صبر بیشتری داره افتادهتره خدمت بیشتری میکنه عزیزتر بیشه مردم امکان داره چند سبایی مردم بعضی معذرت میخوام نمیفهمن مسخرشون میکنن میگن این مثلا آقا چی تو سرش بزنی میگه اوکی فلان نه اشکال نداره ولی اون آدم اون انسان خوبیه که داره خدمت میکنه داره با اون ریاکاری نمیکنه نمیاد اینجا تظاهر نمیکنه برای اونجا آدمان این دنیا میخندن دیروز به یه پسری میگفت که آقا من یه <تصفح> جایی بودم که با من میگفتن همه داشتم میدوزیدم با من میگفتن تو هم بدوز زندگی به خراب شده به نمیتونی زندگی بگو گفت آقا من نمیدوزدم ایم نداره زندگی یه ذره کمتر یه ذره بدتر میره ولی من با وجدان راتر میرم میگفت بابا تو بی ای هستن ارزه نداری که تو باید اونها اونا بدوزدی بگی زرنگم نه بابا چی چی زرنگم با دوزی کردن زرنگ میشم با مال مردم خوردن حق مردم خوردن بس بیایم امروز از همین حالا تمرین بکنیم خدمت کردن به مردم فروتن بودن اینقدر منم منم نداشته باشیم اینقدر خشم و عصبانیت در خودمون رشد ندیم خشم و عصبانیت اول خودمون داغم میکنه خانواده ما رو داغم میکنه, داغم میکنه. تا مردم رو داغم بکنه وقتی من خشمی میشم عصبی میشم اول خودم و خانواده ما از بین میبرم بس امروز بیایم به این ایسای مسیح که منجی ماست نجات دنده ماست آزمایش بکنین بگو ای عیسی مسیح بیا به قلب من امروز من تو رو نجات خودم به مسیح خودم میدونم میدونم برای گناهان من رفتی روی صلیب میدونم به خاطری که گناه من پاک بکنی و زش کشیدی امروز در زندگیم بیا بیا خداوندی بکن بیا مس تو بریز در زندگی من ایمان دارم به تو که من گناهکارم و به گناهانم اعتراف میکنم و به نام عیسی مسیح به نام پدر و پسر به روح القدس قصه تعمید بگی تا یک مسیحی خوب و یک انسان باشی که خداوند دستش با تو باشه مرسی که برنامه ما رو امروز نگاه کردین مرسی که وقت گذاشتین به این تلویزیون کمک کنین تا ما بتونیم بریم روی ماواره تا بتونیم حقیقتا خواست شما رو آن چیزی که شما میخواییم برای شما اجرا بکنیم بتونیم یه تلویزیون خوب باشیم فقط تلویزیون نباشیم که فقط برای تعلیم و فلان باشه نه هم تعلیمی باشه هم اجتماعی باشه هم فرنگی باشه هم فان داشته باشه بقول اینجایی ها یه تلویزیون خوب باشه شما رو به خدا میسپارم تا هفته دیگر بدرود تا درودی دیگر مرسی که نگاه کردید <تصفح> قیافه نر پیر پیروز می شود اما با صدمات زیاد